سلام دوستای گلم به 26 این جلسه از آموزش مقدماتی زبان PHP اچ پی خوش آمدید در این جلسه قصد داریم با نوعی از ایف با هم دیگه آشنا بشیم خب من اومدم همون کدای جلسه قبل رو استفاده کردم با این تفاوت که گفتم که اکشن رو بذار روی همون ایندکس اچ پی یعنی صفحه رو تغییر نده و همینجا یوزر و پسورد رو از یوزر بگیر و اکو کن خب برای اولین بار که من سفر رو ریفرش میکنم ببینید پاک میکنم و وبسایت یک رو انتخاب میکنم اینتر کنم یه ایرور بهم میده میگه که چون یوزر و پسورد هنوز دریافت نشده از کاربر پس متد گت اینجا به عنوان ارور برای ما نمایش داده میشه پس من میام اینجا اینا رو برمیدارم یه ایف می نویسم. میگم که اگر ایز ست اگر ست شده بود چی ست شده بود یعنی مقدار شده بود چی یوزرنم uh, و پسورد حالا می بعد تو بیا این دو اکو کن اگر مقدار یوزرنیم و همچنین از دو تا اند استفاده می کنم مقدار پسورد مقدار دیگه شده بود بعد تو بیا اکوشون کن اگر مقدار دیگه نشده بود اکو نکن که ارور نگیریم ببینید حالا میام دوره صفحه رو ریفرش میکنم اینجا دیگه ارور نمیگیریم چرا چون هنوز اینا مقدار ای نشدن در که مقدار دهیشن اینا اکو میشن حالا من میام مقدار دهی میکنم مثلا میذارم ناصر جعفری ساب میت می زنم و به این صورت ما میتونیم دریافت کنیم و از خطا جلوگیری کنیم خب حالا میخوام راجع به اون ایفی که اولین جلسه در صحبت کردم استفاده کنم به این صورت آیا یوزرنیم رو دریافت کردی یا نه اگر دریافت کردی دو حالت وجود داره یا دریافت کردی یا نکردی اگر دریافت کردی بیا همون مقدار یوزر رو همون مقداری که هست وجود داره رو ذخیره کن در غیر این صورت دو نقطه یعنی در غیر این صورت مثلا مقدارش رو خالی قرار بده به این صورت برای پسوردم به همین صورت میام میذارم پسورد و دو نقطه اینم پسورد به این صورت میتونم اینا داخل یه متغیرم ذخیره کنم به این صورت بیام بگم که اینو داخل متغیر یوزر نیم و این رو هم داخل متغیر پسورد برام ذخیره کن به این صورت حالا این رو کامنت میکنم و به این صورت ببینیم ریفرش میکنم سفر رو یعنی پاک میکنم آدرس رو دقیقا وبسایت یک رو اینتر میکنم دیگه ارور رو نمیگیرم یوزر و پسورد رو هم داخل این متغیرها ذخیره کردم حالا من میذارم یوزر ناصر و پسورد جعفری به عنوان مثال و سابنیت رو میذارم ببینید این بالا یوزرنیم و پسورد رو برای من دریافت کرد به همین زیبایی ما تونستیم از این یوزرنیم و پسورد به این شکل استفاده کنیم و ایفمون رو این صورت بنویسیم حالا من این رو پاک میکنم یه مثال ملموستر میذارم که بتونید بیشتر باش ارتباط برقرار کنید فرض میکنیم که ما مقدار موجودی حسابمون رو به اسم بالانس مثلا ذخیره کردیم و برابر صفر و میتونم بیام این بالانس رو به این صورت اکو کنم بگم یور بالانس ایز مثلا x مقدار x به جای مقدار x میام مینویسم و مثلا هم متغیر بالانس رو اینجا اکو میکنم ریفرش میکنم ببین میگه یور بالانس ایز فلان اینا رو پاک کنم اینا دیگه الان مزاحم مان میگه یور بالانس ایز 0 یعنی مقدار بالانس شما مانده شما صفره حالا اگه بذارم مثلا 20 20 دلار فرض کنیم مینویسه 20 خب حالا میخوام بیام بنویسم اگر ماندت صفر شد ننویس اینجا صفر به این صورت صفر بنویس از کلمه زیرو استفاده کن به این صورت مثلا بیار بنویس زیرو اینجوری حالا ببینید میگه یور بالانس ای زیرو چجور این کار انجام میدم میام مینویسم که اگر بالانس دقیقا برابر با صفر بود دقیقا برابر با صفر بود تو بیا بالانس رو به صورت حروفی قرار بده به این صورت بیا بنیم اسم مثلا برابر با زیرو باشه این یعنی زیرو رو بریز تو بالانس به صفر که کلمه زیرو چاپ بشه خروجی ببینیم میاد بنویسه سه یور بالانسی زیرو حالا اگر 20 باشه دیگه ایف اون برقرار نیست و خود 20 رو چاپ میکنه حالا میخوام با استفاده از ایف جدیدمون این کارو بکنیم میام این پایین می اگر بالانس با مقدار دی شده بود که مقدارش همون بالانس باشه در غیر این صورت مقدارش زیرو باشه این چه کار میکنه به این صورت کار میکنه که البته قبلش باید اینو بریزیم توی متغیر مثلا فرض میکنیم متغیر نیو بالانس توی این متغیر ذخیرش میکنیم و تو بیایم نیو بالانس رو هر سری کن نه بالانس رو چون ممکنه بالانس مقدارش صفر باشه و بخوایم جاش زیرو بذاریم به این صورت من میکنه که میگه که اگر مقدار بالانس مقدار دی شده بود یعنی مقدارش دی شده بود یعنی چی یعنی خارج از صفر بود یادتون هست گفتیم صفر مقدار فالس میده اگر فالس بود که تو بیا 0 رو بذار اگر فالس نبود تو مقدار خودش رو بذار به این صورت ما ترجمه می‌کنیم اینجا داریم در واقع از فالس بودن مقدار صفر استفاده می‌کنیم به این صورت که اگر متغیر بالانس فالس بود یعنی مقدار صفر بود تو بیا زیرو رو بذار اگر ترو بود این شرط مونه دیگه ایف مونه اگر ترو بود تو خود بالانس رو بذار به این صورت قسمت اول میشه ترو قسمت دوم میشه فالس اگر به این صورت که میشه فرض میکنیم ایف السش هم بنویسم السش میشه اینجوری در واقع ما داریم قسمت ایف که اینجا نوشتیم برابر با همین قسمتی که من الان درک میکنم اگر بالانس مقدار ای شده بود یعنی ترو بود اینجا برابر با صفر نبود شما بیا در واقع این رو نات نات بذاریم شرط رو عوض کنیم که اگر میخوایم دقیقا با این یکی باشه من این رو میارم زیر خروجی یکی فرم نمی اگر صفر نبود بالانس همون بالانس خودشه یعنی اگر صفر نبود 20 بود همون 20 رو بذار توی بالانس اگر صفر بود جاش بذار زیرو اینجا هم همینطوره اگر ترو بود یعنی اینکه صفر نبود تو خود اون بالانس رو بذار جاش اگر صفر بود بیا زیرو رو بذار جاش به این صورت من این رو کامنت میکنم باز حالا میام خروجی رو میگیرم خروجی اومدیم ریختیم تو نیو بالانس درسته و بعد اومدیم گفتیم نیو بالانس رو ذخیره کن حالا من میام اینجا همون 20 رو ریفرش میکنم 20 میذارم این صفر ببینید میشه زیرو داره کار میکنه میذارمش ده دوباره میشه همون ده حالا این رو میشه به صورت یه ذره خلاصه ترم باز از این خلاصه ترم نوشت چطور؟ یعنی این دوتا بالانس اینجا تکراری ان من بیام به این صورت بنویسم باز خروج یک به این مفهوم که اگر بالانس ترو بود خودش رو بذار اگر فالس بود زیرو رو بذار حالا من ده رو گذاشتم داره کار میکنه میام صفر رو میذارم به این صورت میشه زیرو دوباره میذارم سی ببینید باز دوباره میشه C اگر صفرش کنم باز میشه 0 ببینم آها سی میکنم یادم اگر صفرش کنم میشه 0 به این صورت شما میتونید از این نوع ایف هم توی کداتون استفاده کنید برای ما کامنت بذارید توی کانال ما عضو بشید تا از آخرین اخبار و اطلاعیه و دوره ها با خبر بشید